افتتاح حسینیه‌ای به نام سلطان المؤلفین، حضرت آیت الله العظما سید محمد حسینی شیرازی قدس سره شریف در شهر ماجینگا در جمهوری ماداگاسکار موجب شادی و سرور پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در این کشور گردید. گفتنی است این حسینیه زیر نظر دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در کشور ماداگاسکار و تلاش‌های فراوان شیخ محمد رضی وسرام وکیل معظم الله در این کشور بنا نهاده شد. شاین ذکر است از این حسینیه قرار است در مناسبت‌های مختلف دینی و مذهبی و تعظیم شاعر حسینی استفاده شود. شیخ محمد رضی وسرام طی اظهاراتی گفت افتتاح این حسینیه اقدامی نیکو در راستای ترویج علوم و معارف اهل بیت و برگزاری شعائر اهل بیت در کشور ماداگاسکار به شمار می رود. لازم به ذکر است مدرسه علمیه‌ای با همین نام در کشور ماداگاسکار وجود دارد و زیر نظر دفتر آیت الله العظما شیرازی اداره می شود. حاضران و شرکت کنندگان در اولین کنفرانس میراث بین المللی که در مؤسسه تحقیقات و پژوهشگاهی اسلامی در نجف اشرف برگزار شد، بر لزوم حفظ میراث شهر نجف و آستان مقدس علوی تأکید کردند. این کنفرانس که جلسه اختتامیه آن با حضور ده‌ها تن از میهمانان، پژوهشگران و شخصیت‌های محلی و بین المللی از داخل و خارج عراق برگزار شد، بر لزوم ضرورت تلاش برای تشکیل کمیته‌ای از کارشناسان، اساتید دانشگاه در حوزه تاریخ، میراث و فرهنگ برای محافظت از میراث این شهر مقدس تأکید نمودند. گفتنی است در این کنفرانس مذکور شرکت کنندگان در مقالاتی بر هماهنگی بیشتر بین مؤسسات و سازمانها و ارگانهای وابسته به ویژه وزارت فرهنگ عراق و وزارت آموزش تأکید کردند تا با این همکاری بتوانند میراث نجف اشرف را جزء آثار سازمان یونسکو به ثبت جهانی برسانند. لازم به ذکر است در حاشیه این کنفرانس نمایشگاه عکسی از مناطق تاریخی، باستانی و میراثی شهر نجف اشرف عرضه شد و به نمایش همگان رسید. و خبری از اوضاع مسلمانان در هند. سید سادات الله حسینی امام جماعت اسلامی هند تخریب مساجد در این کشور را تهدیدی برای هویت اسلامی مسلمانان دانست که بافت سکولار هند را در معرض خطر قرار می دهد. وی در سخنرانی خود با عنوان مقاومت در برابر هندوتوا اظهار داشت کارزار تخریب در مناطق مختلف دهلی نو و در سایر ایالت‌ها نه تنها هویت اسلامی را تهدید می‌کند، بلکه بافت سکولار هند را نیز به خطر می‌اندازد. وی در ادامه همچنین بر ضرورت مقاومت قاطع در برابر فرقه‌گرایی، نفرت و نژادپرستی تأکید کرد. حسینی نسبت به تخریب مساجد از جمله مسجد 600 ساله آخونچی در منطقه مهرآلی در دهلی جنوبی ابراز نگرانی کرد و نسبت به مسیر خطرناک سیاست فرقه‌ای که نه تنها مسلمانان را تهدید می‌کند بلکه یک پارچگی کشور را نیز تضعیف می‌کند هشدار داد. وی در پایان با بیان اینکه مقاومت در برابر بی‌عدالتی نه تنها یک وظیفه اخلاقی بلکه یک وظیفه شرعی است، از همه شهروندان خواست تا در برابر ظلم‌هایی که علیه هر جامعه خاصی صورت می‌گیرد متحد بایستند. دبیرخانه عتبات عالیات عراق امروز دوشنبه از اتمام عملیات مرمت گنبد مرقد عالم جلیل القدر نجم الدین جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن نمای هلی رضوان الله تعالی علیه در استان بابل خبر داد. در همین راستا مروه صالح مهدی رئیس کمیته اجرایی این طرح در بیانیه ای اظهار داشت کار مرمت و تعمیر مرقد این عالم جلیل القدر در بابل به لطف خدای متعال به طور کامل
به اتمام رسیده است که این امر نشان می‌دهد این پروژه در مدت زمان بسیار کوتاه و مناسبی مدیریت شده و به پایان رسیده است. وی در پایان تأکید کرد این اقدام‌ها در قالب پروژه‌هایی است که توسط دبیرخانه کل زیارتگاه‌های شیعیان عراق در نظر گرفته شده تا با بازسازی و مرمت آنها به خدمات بیشتر و بهتر به زائرین کمک کنند. و خبری از کشور آفریقای سومالی. ارتش سومالی با انجام عملیاتی در جنوب این کشور 50 تروریست وابسته به گروه سنی‌های تندروی الشباب را از پای در آورد و شمار دیگر را مجروح و اسیر کرد. گفتنی‌ست نیروهای ویژه ارتش سومالی با همکاری مردان مسلح وابسته به دولت ایالتی جوبالند واقع در جنوب این کشور عملیاتی انجام دادند که به کشته شدن 50 تروریست وابسته به گروه سنی‌های تندروی الشباب از جمله دو سرکرده این گروه منجر شد. در این عملیات تعدادی از عناصر وابسته به گروه سنی‌های تندروی الشباب مجروح و اسیر شدند و یگان مینروبی ارتش شماری از مین‌های کاشته شده را خنثی کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی سومالی این عملیات نظامی مشترک در جریان پاکسازی روستاهای اطراف رودخانه جوبا واقع در اقلیم جوبای سفلی انجام شد. در پی تشدید بارش ها و نزولات آسمانی در افغانستان طی روزهای اخیر ظهر دیروز بخشی از حقابه ایران از سوی افغانستان پرداخت و وارد خاک ایران در منطقه جریکه سیستان شد. چندی پیش نیز مردم سیستان در تجمعی خواستار پیگیری وزارت امور خارجه ایران برای حقابه رودخانه هیرمند طبق معاهده 1351 حقابه زیست محیطی طالاب بین المللی هامون اصلاح سامانه انحرافی بند کمالخان و جلوگیری از تکمیل سد بخش‌آباد روی فراهرود شده بودند. شایان ذکر است بر اساس قرارداد سال 1351 میان دولت وقت ایران و افغانستان قرار بود حقابه طالاب هامون به میزان 850 میلیون متر مکعب از رود هیرمند تأمین شود که در چند سال اخیر به علت کمبارشی و سدسازی در بالادست هیرمند آبی به ایران نرسید و هامون خشک شد. و یک خبر علمی، محققان دانشگاه لوزان سوئیس به ارتباط بین درآمد و سرعت پیری مغز انسان دست یافتند. محققان بعد از بررسی و تحلیل توانمندی‌های فکر 751 شهروند سوئیسی که سن آنها بین 50 تا 91 سال بود و با در نظر گرفتن سطح علمی آنها و اینکه آیا در طول زندگی به بیماری‌های قلبی و عروقی، افسردگی، نگرانی مبتلا بودند یا مواد مخدر مصرف کردند، آن را با نتایج سی تی اسکن های آنها مطابقت دادند. گفتنی است آنها بعد از بررسی های انجام گرفته به این نتیجه رسیدند افرادی که درآمد کمتری نسبت به دیگران داشتند علائم پیری زودرس ماده سفید مغز آنها بیشتر نمایانگر بود. این ماده کار هماهنگی بین دو کره مغز را انجام می‌دهد و در انتقال اطلاعات از قشر مغز به سایر قسمت‌های سیستم عصبی نقش دارد. طبق تحقیقات انجام شده، ساعات کار طولانی در جوانی احتمال افسردگی و بیماری در میانسالی را افزایش می‌دهد. وقتی کار به یک عامل استرس زای روزمره تبدیل می شود، پیامدهایی برای سلامت دارد که می توانید انتظار داشته باشید 30 سال بعد آنها را ببینید. پژوهش ها نشان می دهد ساعات کار نامعقول ممکن است احتمال افسردگی و بیماری مزمن را افزایش دهد. بر اساس بررسی جدیدی که در پلاس وان منتشر شده است، کار کردن شب در دیر وقت و برنامه‌های کاری نامعقول در جوانی ممکن است به افزایش خطر ابتلا به افسردگی و ضعف سلامت در دوره میانسالی منجر شود.
و اما خبر پایانی امشب. اروپا در سال 2023 روزهای بسیاری را با فشار گرمایی شدید متحمل شده که هشدارها برای بروز گرمای طاقت فرسا در تابستان جاری را افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه فرانس 24 در همین راستا نوشت سرویس تغییرات آب و هوایی کوپرنیک اتحادیه اروپا و سازمان جهانی هواشناسی سازمان ملل WMO در گزارش مشترک اعلام کردند اروپا شاهد موجهای گرمای سوزان و همچنین سیلهای فاجعه بار، خشکسالی‌های شدید، طوفان‌های بزرگ و آتش‌سوزی‌های جنگلی در سال 2023 بود که این بلایا میلیاردها دلار خسارت وارد کرده و بیش از 2 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است. این گزارش در مورد بروز گرمای وحشتناک در تابستان 2024 هشدار داده و آن را به عنوان بزرگترین تهدید مرتبط با آب و هوا برای اروپا دانسته است. برای این مطالعه کوپرنیک و سازمان ملل از شاخص جهانی آب و هوای گرمایی استفاده کردند که تأثیر محیط را بر بدن انسان اندازه‌گیری می‌کند. شایان ذکر است استرس گرمایی شدید معادل دمایی بیش از 46 درجه سانتیگراد است. در این مرحله لازم است اقدامات لازم برای جلوگیری از خطرات سلامتی مانند گرمازدگی انجام شود.